سلام برابکس، علی امکی اومده به تخمم. آقا توی این ویدیو میخوام بگم که من کی هستم، آمدنم بهره چی بود و در طول روز در واقع دارم چی کار میکنم. یکی نیست بگه حالا چه انی هستی، کلان 200 تا ساب داری، مثلا کی تخمشی ببینید، اصلا تو چی هستی، چی کار میکنی، کی هستی، از کجا اومدی. بچه این روند صبحگاهی و روند روزانهی که من میگم و تهیه کنیم، مطمئن باشین تو زندگیتون تغییرات مثبت زیادی به وجود میاد. اول از همه من صبح مثل همه آدم های دنیا از خواب پا میشه. دست و صورت همو میشورم. بعد از صرف صبحونه 15 تا 20 دقیقه مدیتیشن میکنم. بعد از مدیتیشن برای اینکه خوب ویندوزم بیاد بالا یه دوش آب یخ میگیرم. وای مادر، سرده یخه. بعد از مدیتیشن یک ساعت ورزش میکنم. بعد از اینکه دوش آب یخم هم گرفتم و خودم رو خوش کردم و لباس پوشیدم، این نیم ساعت خودم با خودم خلوت میکنم و افکارم رو مرتب میکنم. بعد از اون بین یک تا دو ساعت به مطالعه متون علمی مشغول میشم. بعد از مطالعه آزاد، من چون شغل اصلیم تدریس زبانه، به چند تا شرکت خصوصی هم که دارم زبان تدریس میکنم. I'm happy to inform you that our focus in the utilizing. اما حالا براتون توضیح بدم من کیم، کارم چیه، دقیقا چند وقت دارم این کارو میکنم و هدفم چیه. من علی انکیم، متولد 14/2/76، صادر از تهران، شماره شناسنامه 16-12-18-7، نام پدر محمد، نام مادر، نام مادر رو نمیگم. از بچگی، از اونها که یادمه، عاشق گیم و سینما بودم. اولین کنسولی که داشتم کنسول سگا بود. همینجوری به ترتیب اومدم بالا، PS2، بعد PS2 هجرت کردم به سمت مایکروسافت، Xbox 360 گرفتم و بعد دوباره بازگشت شکومندی داشتم به سمت شرکت سونی و PS4 گرفتم. بهترین بازی که تو عمرم کردم Mass Effect 2 بوده. فیلم های مورد علاقم Inception، Devil's Advocate. تو مدرسه همیشه نمرام خوب بود و به شاگرد خرخون معروف بودم. بعد از اینکه کنکور دادم روانشناسی یزد قبول شدم، رفتم به سمت یزد. یک 3.5 سال یزد بودم، لیسانس روانشناسی گرفتم. تو یزد هر کاری بگین کردم، از اتوکلون فروشی، کارت ویدیو کلو، کارت بوتیک مردونه، کارت شلوار فروشی زنانه. به به. بعد از اینکه برگشتم تهران، توی یک آموزشگاه زبان مشغول به کار شدم و زبان تدریس کردم. به تخمم. ارشد روانشناسی بالینی توی دانشگاه سمنان قبول شدم. به یه برم. همزمان با شروع کارشناسی ارشدم توی سمنان، نویسندگی و تولید محتوای تیم جوستیک رو هم بر عهده گرفتم. ادمین اینستاگرامشون شدم و نویسنده برنامه‌ای که از شبکه رادیو جوان پخش می‌شد. تو جویستی که این هفته اون شروع فعالیت حرفه‌ای من توی کار گیم بود. همزمان با نویسندگی جویستیک توی چند تا سایت هم مشغول شدم، از جمله بروز و گیم فا نویسندگی کردم. پیج جویستیک رو از 20K کردم 120K، چنل یوتیوبشون رو مانیتایز کردم. اواسط تایمی که جویستیک بودم، خب این فکر تو سرم ریخت که شاید بتونم محتوای خوبی بسازم و بیام مستقل کار کنم. اینه که یه پیجی زدم، شروع به کار کردم و با خودم عهد کردم پیجم که به 10K رسید از جویستیک بیام بیرون و فقط واسه خودم کار کنم. نیاز مالی و قیمت شدید دلاری خورده توی برنامه من تاخیر انداخته که وقتی پیجم 14 کاش شد از جویستیک اومدم بیرون. اصولا آدم خوش اخلاقی ام. یادت هیستوری برازر منو هی چک می‌کردی، میگفتی این سایت ها چیه؟ بیا ببین چیه. بخورش بخورش. در بازی کردن و گیم پلی دادن بسیار حرفه‌ای ام.
بسیار جاه طلب و شجاعت خودم رو همیشه نشون دادم. قیمت چند؟ قیمت معمولا سعی میکنم همیشه ادب رو در زندگیم رعایت کنم. به عنوان روانشناس من اینو میگم، قطعا کسی که این بازی رو ساخته در کودکی بهش تجاوز سنگین شده. کم هیجان زده میشم و اعمال غیرعادی از من سر نمیزنه. گول گول و عصبانیت هم که اصلا در گروه خونی من نمی گنجه. ببین آقا من گو خوردم. عشق معروف شدن و محبوبیت دارم، به خاطر همینه که دیگه مستقل دارم کار میکنم. عضوت پشت صحنه ای از تیم خاصی نیست. رویای من یوتیوبر شدن و معروف شدنه. کل خاندان پدری و مادریم همه موهاشون پرپشت. یه دایی دارم که متاسفانه کچل شده و منم به اون دایی رفتم. کمک کنید کانال یوتیوب هم مانیتایز بشه تا بتونم اون بکارم. برای برکس دمتون گرم، مرسی که این ویدیو رو تا آخر دیدین. اگر ویدیو رو دوست داشتین لایک کامنت یادتون نره. لطفا این دقیقه وقت بزنین کانال منو سابسکرایب کنین، زنگوله نوتیفیکیشن رو محکم فشار بدین تا از ویدیو جدید باخبر شین. خیلی دوستتون دارم، دمتون گرم بابت همه حمایتی که تا امروز از من داشتین. خدافظ.